درود خدمت شما همیهنان عزیز. برنامه ایران در حال گذار رو با هم دنبال میکنیم. مهمان امروز ما آقای دکتر اسد همایون هستند. دکتر اسد همایون متولد تهران هستند. تحصیلات ابتدایی متوسط و دانشگاهیشون رو در تهران به پایان میرسونن. سپس دکترای روابط بین الملل رو از دانشگاه جورج تاون در واشنگتن میگیرن. سالیان دراز قبل از انقلاب در سمت‌های گوناگون در وزارت امور خارجه کار می‌کردند تا درجه وزیر مختاری و بعد از انقلاب به مدت چندین سال در دانشگاه جورج واشنگتن تدریس کردند. تمام این مدت 33 سال گذشته فعال سیاسی برای آزادی ایران بودند. به مدت چند سال تا در گذشت زنده یاد ارتش بود بهرام آریانا از جمله یاران نزدیک او بودند. همراه با زنده یاد ارتش بود آریانا پایه‌گذار سازمان آزادگان هستند که امروز نیز اداره اون رو به عهده دارم. دکتر همایون از متفکران جامعه ایرانیان خارج کشور هستند که امروز سعادت گفتگو با ایشون رو داریم. قبل از اینکه ایشون تشریف بیارن روی خط، من چیزی که باید حتما بگم خبریه که رئیس سازمان غذا و دارو در ایران اعلام کرده، میگوید که تولید کالباس خمیر مرغ از مرغ فروش میخواهید که مرغ را پاک کند و تمام پوست و آشغال و چربی رو بریزه دور. او دل روده و آشغال و چربی و همه اینا رو میگیرن نگه میدارن، بعد اینا رو کالباس درست میکنن ازشون و این کالباس ها رو به شما میدن. تولید کالباس و سوسیس زیر پله‌ای و روی پله‌ای از خمیر امها و احشای مرغ‌ها درست میشه که ریختین توی آشغالا، و این چیزی است که شما باید بدونید. خب نباید بگیرین اینو برای بچه هاتون و خودتون غیر زالک، چون انواع امراض رو بایدتون ایجاد میکنه. من خواستم این رو دیده بودم و فکر کردم که قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، از این چیزا خیلی زیاده در ایران، یکی دوتا نیست. خب جناب دکتر روی خط تشریف دارین؟ جناب همایون روی خط هستین؟ بله جناب دکتر گنجی. خیلی خوشحالم از اینکه امروز با هم هستیم و فکر کردم همونطور که با هم صحبت کرده بودیم در مورد وقایع روز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی صحبت کنیم. خب وقایع روز اولین بار بعد از 33 سال که امروز میبینیم که یه تحریم گسترده نفتی علیه ایران برقرار شده، و از امروز اینطور که تو نیویورک تایمز و جای مختلف میخونیم، تولید یعنی فروش نفت ایران از 2.5 میلیون فروش به خارج از 2.5 میلیون بشکه به 1.5 میلیون تقلیل پیدا کرده، و این خب یه چیزی در حدود رقمی بیش از 70-80 میلیون در روزه که جمهوری اسلامی از دست میده، و در ماه در سال اگه بخوایم بگیریم یه رقم خیلی بزرگیه، در حدود 20 و چند میلیارد دلار. این رو امریکا پشتش بوده با تمام چیزی که فکر میکنن خیلی ها که امریکا حمایت میکنه از این رژیم و اینا، اینطور نیست. این برنامه رو امریکا پشتش بوده. البته امریکا بیشتر به دنبال نیروگاه هسته‌ای و تولید نیروگاه هسته‌ای که اورانیوم غنی شده باشه این سیاست رو اتخاذ کرد. ایرانیان به خوبی میتونن از امروز اگه دست به کار بشیم، اگه سازمانی داریم، اگه تشکیلاتی داریم، از امریکا بخواد که حالا که این تحریم برقرار کردی، تا زمانی که جمهوری اسلامی به توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که گزارشگر ویژه داره در مورد حقوق بشر در ایران عمل نکرده، این تحریم رو نگه دارید. شما تحریم کردید به خاطر نیروگاه هسته‌ای، خب حالا بیاید فقط برای اون نگه ندارید، نگه دارید برای انسانها در ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی 30-31 ساله که شورای حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن به
نقض فاحش و مستمر حقوق بشر. تا زمانی که زندانیان سیاسی به این شکل وجود دارن، اینطور باشون عمل میشه، زجر و شکنجه و رفتاری که باشون میشه. تا زمانی که با زنان ایرانی این گونه رفتار میشه، تا زمانی که در ایران چشم در آوردن، سنگسار و دست بریدن، پا بریدن و قانون قصاص وجود داره، بیایید از امریکا بخواید بگید اگر واقعا دلت به حال مردم ایران هم میسوزه، این تحریم ها رو که امروز برقرار کردید، تا زمانی که نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران ادامه داره حفظش کنید. با اینکه به ضرر مردم ایران هم هست، برای اینکه روزی اقلا همینطور که دیدید سالی 20 میلیارد دلار درآمد جمهوری اسلامی کمتر خواهد بود، برای 20 میلیارد دلار بیشتر اینا میتونن، 20 میلیارد دلاری که نمیتونن به عمل اکره خودشون بدن و از اونجا به تضعیف رژیم کمک کردیم. خب آقای دکتر، اول از همه خیلی علاقه دارم که شما به طور مختصر راجع به سازمان آزادگان صحبت کنید، مؤسسانش و عضویت خودتون در اون. آقای دکتر، اولا درود به شما و هم میهنان عزیزم که برنامه شما رو دنبال میکنن. خوشحالم که میبینم همچنان با انرژی به مبارزه و کوشش خودتون ادامه میدید و خسته نباشید. در مورد آزادگان خیلی خلاصه، هدف اصلی آزادگان که بنیانگذار اون ارتش بود ایرانگرا دکتر بهرام آریانا بود، سه چیز است: رهایی ایران از چنگ ملایان و سرنگونی رژیم مذهبی. از اول فکر ایشون و دوستانشون این بود. دوم، طرفداری از یک ایران آزاد، مرفه، سکولار و دموکرات. سوم، یک رفرم اساسی مخصوصا اقتصادی و رفع هر گونه تبعیضات سیاسی، مذهبی و شرکت همه طیف‌ها و تیره‌های ایرانی در دولت و سیاست تا حد بالاترین مقام برای ساختن یک ایران متحد، مستقل و مقتدر. البته این هدف و امید بوده. میدانید امید و هدف استراتژی نیست، چرا که شرایط و امکانات وجود ندارد. به هر حال از نظر احساس عمیق و علاقه شخصی خودم به سرزمین ایران، آقای دکتر گنجی، باید عرض کنم که با اینکه سالهاست از ایران دورم، ولی هرگز حتی یک لحظه از ایران و مردم ایران جدا نبودم. ور ورایم ایرانیست. این خلاصه بود از آزادگان که میتونستم حضورتون عرض کنم. خیلی تشکر جناب دکتر. در مورد این مسئله روز که تحریم نفتیه که امروز آغاز شد، بله، که در واقع اونطور که من خوندم روزی بیش از 1 میلیون بشکه از صادرات نفتی ایران کم شده، چگونه میبینید جناب دکتر؟ امریکا و اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا و زلاند جدید هستند در این تحریم و خب مجبور کردن کشورهای دیگر رو تا اندازه زیادی مجبورشون کردن که اونها هم بهشون بپیوندن و حتما فشارهای هم خواهند آورد. نظر شما چیه جناب دکتر؟ چه میبینید؟ بله، اخیراً آقای دکتر 3 تحریم اضافه شده به تحریم های شکننده سابق: تحریم بانک مرکزی، تحریم جدید نفت که نخرند و تحریم، یعنی امتناع از بیمه کردن تانکرهای نفتی. و این خط قرمز رژیمه، خیلی به رژیم لطمه میزنه. در مورد تحریم نظرات مختلف وجود داره. اولا عده‌ای فکر میکنن تحریم کوبا، تحریم لیبی، تحریم عراق اثر زیادی بر برداشتن رژیم نداشت، ممکنه درباره ایران هم نداشته باشه، ولی من فکر میکنم این تحریم برای ایران اثر بسیار شکننده داره و خط قرمزی است برای رژیم.
و اوضاع ایران را به کلی داره خراب میکنه از نظر اقتصادی، گرفتاری های داخلی به وجود میاره، و از طرف دیگر فرقی که بین تحریم های عراق، تحریم های کره و لیبی و وجود داشت این است که به دنبال این تحریم کنگره امریکا و دولت اسرائیل محکم ایستادند برای جلوگیری از هر گونه اقدام ایران. تمام اینها مربوط میشه به مسئله اتمی. مسئله اتمی ایران برای امریکا به اندازه اسرائیل مهم نیست. اسرائیل است که خیلی اهمیت بده این مسئله. دیروز مقاله دیدم در واشنگتن پست به قلم آقای دیوید ایگنیشیس. ایشون یکی از مفسرین بسیار مهمی است که خیلی وقت حرفایی که میزنه حرفاش از داخل رژیم میاد. عنوان مقالش که باید هم میهنان من توجه کنند، بامینگ اور د بام، اشاره میکنه به مسئله ایران و اسرائیل که اصل مسئله ایران با امریکاست و با ناتوست و با کشورهای دیگه. خلاصه یه حرفی چونه که امریکا موقعی براش خطرناک ایران که به مسئله برکات برسه، یعنی بام درست کن. خط قرمز امریکا اینه، ولی خط قرمز آقای نتانیاهو ظرفیت اتمی ایران نیست، بلکه به کلی غنی شدن اورانیومه که ایران نباید به اون مرحله هیچ برسه. و البته ایشون نتیجه میگیره که هر نوع حمله اسرائیل که آقای نتانیاهو در باره اون صحبت میکنه نتیجه معکوس داره، و اگر حمله بکنه به ایران، چون همه اینها به مسئله جنگه، اگر حمله بکنه ائتلاف علیه ایران شکسته میشه، تحریم ممکنه پایان پیدا بکنه، بین متفقین آمریکا اختلاف نظر به وجود میاد، و خصوصا در خاورمیانه منقلب و متلاطم اثرات بسیار وخیمی خواهد داشت. این تحریم البته خیلی اثر داره. ایران چیکار میخواد بکنه؟ سه راه یا چهار راه ایران ممکنه در مقابل تحریم اتخاذ بکنه. باز برمیگردم، همه اینا به مسئله اتمی ایران است. یک، ایران ممکنه عصبانی بشه، درمانده بشه، غنی شدن رو ببره بالا از 20%. دوم، ایران مهر عموم آژانس رو بشکنه و به مرکز در جهت برکات پیش بره. سوم، ایران ممکنه تنگی هرمز رو بخواد ببنده. چهارم، دست به اقدامات ایزایی علیه امریکا و جاهای دیگه بزنه. تمام اینها بوسه مرگ، بسیار بسیار خطرناکه. اسرائیل مدت هاست کوشش میکنه که بهانه ای پیدا بکنه و به دست امریکا بده یا خودش به ایران حمله بکنن، چون جنگ جاستیفیکیشن میخواد. ایران جاستیفیکیشن نداده، و اگر این کارها را ایران بکنه جاستیفیکیشن خواهد داد و برای ایران بسیار بسیار مصیبت باره. امیدوارم این رژیم که با تمام بلاهتی که داره دست به این کار نزنه، برای اینکه عواقب وخیم برای کشور ما داره. آقای نتانیاهو، من باید در اینجا یک کمی اجازه بدید من بست بدم به این مسئله، خیلی مهمه. آقای نتانیاهو مرتبا صحبت از اگزیستنشال ترت میکنه، یعنی تحریم، تهدید موجود علیه اسرائیل، در صورتی که در داخل اسرائیل عده زیادی، حتی دستگاه امنیت و امنیت ملی اونا با این فکر موافق نیستن، چون که قبلا مسئله هولوکاست هم مطرح میکرد. به نظر من اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه، اون وقت است که ممکنه تهدید بزرگی برای موجودیت اسرائیل در منطقه به وجود بیاد. من فکر میکنم در اینجا رژیم اشتباهات زیادی کرده، بهانه به دست اسرائیل و آمریکا داده. اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی در طی 38 33 سال علیه اسرائیل و علیه امریکا بوده،
بیانیه‌های بسیار بیمورد و ابلهانه داده. حرفایی که میزنه درست نیست. حتی چند روز پیش در مجلس علیه اسرائیل موجودات اسرائیل صحبت شد. در حدود یک هفته یا ده روز پیش آقای رئیس ستاد ارتش فیروزآبادی باید باشه نامش صحبت از نابودی دولت اسرائیل کرد. تمام اینها بجاست، ولی ایران اولا به مرحله بمب اتمی که بسازه نرسیده، دوم اگر هم به فرض دو یا سه یا چهار بمب داشته باشه به اسرائیل نمیتونه حمله بکنه و نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه اسرائیل علاوه بر اینکه کشورش البته کوچکه، 10840 میل مربع عمق استراتژیکی نداره، ولی عمق استراتژیکی اسرائیل در جای دیگه است. یکی در دریاست که زیر دریایی های دلفینی که از آلمان گرفته مجهز به سلاحی اتمی است. دوم عمق استراتژیش در امریکاست. دو روز پیش قانونی به مجلس سنای امریکا پیشنهاد شد از طرف خانم باربرا باکسر از ایالت شما که شما تشریف دارید، یعنی کالیفرنیا. 67 سناتور امضا کرده که حتی اکثر کمک را باید به اسرائیل بکنید در برابر ایران. قبل از اون 44 سناتور بیانیه دادن به پشتیبانی اسرائیل و جلوگیری از ایران و جلوگیری به طور کلی از هر نوع غنی شدن اورانیوم. و قبل از اون باز 401 سنات کنگره در کنگره امریکا در برابر 11 پیشنهاداتی کردند که ایران باید غنی شدن را پایان بده، فوردو را ببنده و 20% اورانیومی که داره به طور کلی قطع بکنه و بعد هم اون 100 کیلو در حدود 100 کیلو و شاید بیشتر که اورانیوم داره به خارج بفرسته. بنابراین صحبت جنگ بسیار بسیار بالاست، میزان اون حال را خیلی گرم و شدیده. امیدوارم که عقل و منطق بر احساسات غلبه بکنه. اون چه که من میبینم اوضاع بسیار بسیار دشواره و جمهوری اسلامی باید در این حال، ما چون هم فکر میکنیم که با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، شما اشاره فرمودید به نقص فاحش حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه، ولی از طرف دیگر مسئله امنیت، استقلال ایران و تمامیت ایران برای ما مهمه، قطع نظر این که رژیم هر که باشد. بنابراین ایرانیان بیرون همطور که فرمودید وظیفه بسیار بسیار دشواری دارند. بسیار جالب مطالبی که فرمودید. چند سوالی که من میخواستم ازتون بکنم شما جوابشون رو دادین. چه فکر میکنید در مورد تنگه هرمز؟ فکر میکنید جمهوری اسلامی کاری خواهد کرد در زمینه تنگه هرمز یا این که فقط حرف بلاف میزنه؟ بلاف. همینطوری که آقای نتانیاهو هم تا حدی بلاف میزنه. در علوم سیاسی یک اصلی هست به نام مد تیوری، تئوری دیوانگی. یعنی بعضی وقت افراد به لبه رهبران، به لبه پرتگاه میرند که شاید اوضاع را برگردونن، ولی همیشه پا را روی ترمز دارن، به موقع میتونن متوقف بکنند اوضاع را. جمهوری اسلامی صحبت از بستن تنگی هرمز میکنه، ولی میدونه، اگر عاقل باشه، نمیدونم چقدر عاقله، به هر حال فکر میکنم نیروی دریایی ایرانه، به هر حال نیروی دریایی جمهوری اسلامی نیست. اونا فکر میکنن، میدونن اگر تنگه هرمز را ببنده، این اعلان جنگ داده به جامعه جهانی، به ناتو، به کشورهای دیگه، و نه تنها امریکا در طول مدت دو سه روز تنگه هرمز را باز میکنه، ولی عواقب بسیار وخیم برای ایران داره و جزایر ما ممکنه که با زحمتی که از دست گرفتیم، حاکمیت ایران رو مجدداً اعمال کردیم بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی،
ممکنه خدای نکرده اونها را از دست بدیم، این اعراب که هویت هم ندارن ایستادن، اتفاقی بیفته و این جزایر را پس بگیرند. و من نمیدونم اگر جمهوری اسلامی این کار را بکنه، اسرائیل و آمریکا دنبال جاستیفیکیشن اگر میگردند، الان جاستیفیکیشنی برای جنگ به هیچ وجه ندارند، ولو اینکه ایران در جهت اتمی پیش بره. ایران اتمی هنوز نشد و اگر صحبت میکنن که ایران دروغ میگه، تفره رفته، فریب کرده، تمام کشورها در دنیا همیشه متوسل به فریب میشن. هیچ دولتی را شما در دنیا سراغ ندارید که به فریب و نیرنگ متوسل نشه. بنابراین الان اینها را میگن ولی جاستیفیکیشن برای جنگ ندارن. اگر ایران تنگه هرمز را ببنده، این جاستیفیکیشن مهمی خواهد بود. خیلی تشکر جناب دکتر. سوالی که دارم اینه که چرا امریکا در بعضی موارد ما میبینیم داره صحبتهایی میکنه یا اظهار نظرهایی میکنه که خیلی برای مردم ایران، من به رژیم کاری ندارم، برای مردم ایران گران تموم میشه، یعنی براشون ناراحت کننده است که ببینن ایران مثلا مسئله جزایر، اینی که مطالعه تاریخی به خوبی نشون میده که این جزایر جزی از خاک ایران بوده و وقتی که استعمار در منطقه دست میندازه جزایر، خب وقتی که داره قسمت عربستان اون طرف رو دست خودش داره، جزایر هم دستش داره. ایران اومده این جزایر رو سال 1970 42 سال پیش جزایر گرفته، تا به حال امریکا سکوت اختیار کرده. حالا دفعتا اومده رئیس جمهور امریکا ولیعهد ابوظبی صحبتی میکنه، میاد و ازش حمایت میکنه. ولیعهد ابوظبی قائم مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح امارات محمد بن زاید آل نهیان در مورد جزایر صحبت میکنه و میگه اینا متعلق به ما هستن اینا. یه دفعه رئیس جمهور امریکا هم میاد پشتیبانی ازش میکنه. چرا این کارو میکنه امریکا؟ فکر میکنه مردم ایران با خودش میکنه یا نمیفهمه که مردم ایران واقعا جریحه‌دار میشه فکرشون، علاقهشون به امریکا و خلاف آنچه که امریکا میخواد انجام بده عمل میکنه؟ عرض کنم که در 1970 حاکمیت ایران بر سه جزایر ابو موساد، تنب بزرگ و تنب کوچک پس از تقریبا 80 سال دوباره اعمال شد. اکنون همه ایرانی ها چه در داخل چه در خارج، چه موافق رژیم چه مخالف رژیم، در مورد حاکمیت ایران و حفظ این جزایر مثل قطعی از خاک ایران هماهنگ و هم عقیدند. جزایر ببخشید همینطور که فرمودید ایرانیست، تحت حاکمیت ایرانه و قابل بحث و گفتگو اصلا نیست. چرا امریکا این کار کرد؟ ممکنه که دولت خود مختار به وجود بیرن، اثر روانی و استراتژیکی در 20 میلیون کرد ترکیه خواهد گذاشت و از طرفی دولت روسیه در اونجا منافع دارد. منافع روسیه را من میتونم به چند قسمت تقسیم بکنم. البته جنگ سرد بین امریکا و روس نیست، علت این است که روسیه از زمانی که امریکا دخالت کرد در بالکان بسیار دلخوره و در این مورد چین هم با روسیه هم عقیده است، معتقد است که حرب تحت عناوین مختلف در کشورها دخالت میکنه و حاکمیت کشورها رو داره به هم میزن. روسیه روابط نزدیک تجاری و منافع اقتصادی در سوریه داره، سلاح میفروشه، همراه سلاح آموزش میده، مستشار میفرسته و بعد در سوریه در بندر تارتوس پایگاه داره که برای روسا خیلی مهمه. سوم، نگرانی مهم روسا در مورد سوریه از جای دیگه است، از جهت توسعه اسلام سیاسی است در قفقاز و آسیای مرکزی که امنیت روسیه را ممکنه تهدید بکنه. این را به دولت اسرائیل در این ملاقات اخیرش به طوری که من شنیدم گوش زد کرده. مبارزات مسلمانان چچن
گرفتاری بزرگی برای روسیه به وجود آورد و به قفقاز می رسید، ولی آقای پوتین با خشونت و بیرحمی اون را از بین برد. حتی به نظر من و به نظر یکی از کارشناسان خود روسیه، اتحاد شوروی سابق که به افغانستان حمله کرد، ترس از ادامه نفوذ خمینیزم بود در افغانستان. بنابراین گفت استیک از وری های، خیلی بالاست در اونجا. متاسفانه رهبران سیاسی امریکا خوب بازی نکردن در این مورد. در مورد سوریه خوب بازی نکردن، در مورد لیبی هم خوب بازی نکردن. یکی از متفکرین امریکا یک مقاله بسیار مهمی نوشته و نوشته که در امریکا و در به طور کلی دنیا دفیسیت رهبری وجود داره. یعنی به این صورت که در امریکا اون رهبران قوی و نیرومند سابق دیگه وجود ندارند. مثلا اشاره کرده است به مورخ مهم انگلیس که میگوید در قرن بیستم، تاریخ قرن بیستم به طور کم و بیش تاریخ شش شخصیت: لنین، استالین، هیتلر، ماو، چرچیل و روزولت. این آقای مورخ جان کیگن انگلیسی است و بعد میگه که رهبران فعلی این پنج کشورن که فعلا عضو شورای امنیت هم. البته گروه برک هم وجود داره، ولی به طور کلی میگوید که این کشورهای عضو سازمان ملل متحد نمیتونن مسائل دنیا را به طور کامل اداره کنند. مقاله دیگری هم اجازه بدید من اشاره کنم که یکی از استراتژیست های امریکا که دوستی با من داره، نطقش هم برای من فرستاده، هفته پیش در کانادا در دانشگاه جنگ کانادا یک سخنرانی کرده راجب تغییرات در ترکیبات قدرت ها در قرن 21. در اونجا میگوید که همه چیز در دنیا در حال تغییره و این تغییر امروز در قرن 21 سرعت بیش از پیش گرفته به علت تحولات تکنولوژیکی. و بعد در آخرش میگوید که ما در تحولات دست داریم، امریکا دست داره، دیگران دست دارن، ولی قسمتی از تحولات را نمیتونن انجام بدن برای اینکه در دست اونها نیست. و در آخر نطقش یک ربایی از عمر خیام آورده، میگوید که گر بر فلکم دست بودی چونی از دان، برداشتمی من این فلک رازمیان، از نو فلک دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام خود رسیدی آسان. بنابراین نتیجه که میشه گرفت که اینه که در این دنیای کنونی که همه چیز سرعت گرفته، بیداری بشر بیش از همه کمک کرده به قیام توده ها، رهبری که بتونه هدایت بکنه وجود نداره. برای مثال آقای اوباما رفت به مصر 2009 کمک کرد به حرکت بهار عرب. وقتی بهار عرب شروع شد ناچار بود پشتیبانی بکنه. در مورد مصر دوست قدیمی خودش از دست داد و از اخوان المسلمین پشتیبانی کرد و الان گیر کرده بین ارتش و اخوان المسلمین. امریکا در این حال که از جنبش های جدید دنیا پشتیبانی میکنه، در این حال میخواد اونا رو منیج بکنه، طوری بکنه که منافع امریکا حفظ بشه در خاورمیانه. ولی به نظر من بسیار بسیار مشکل شده، مشکلات بسیار زیاده و راه حل بسیار کوتاه و رهبران امریکا در حل مسائل جهانی مخصوصا با پیشرفت اسلام سیاسی بسیار بسیار ضعیفند. خیلی تشکر جناب دکتر. سوالی که دارم از حضورتون اینه که در مورد اتمی شدن ایران، آیا فکر میکنید روسیه و چین سکوت اختیار میکنن؟ یعنی منظورتون که اگر اینا اتمی بشه یا اگر جنگ بشه؟ نه، اگه ایران در مرحله قرار بگیره که داره اتمی میشه،
ایران الان در مرحله هست جناب دکتر. روسیه و چین ایران الان تمام تکنولوژی و ظرفیت اتمی شدن را داره. امریکا میدونه، روسا هم میدونن، ولی جمهوری اسلامی متوجه میشه که اگر به مرحله بریکات یعنی بمب اتم برسه، امریکا دست به اقدام میزنه، اسرائیل دست به اقدام میزنه، و مخصوصا در این موقعی که انتخابات هست، در این موقعی که کنگره امریکا جدا دنبال مسئله ایران به خاطر اسرائیل، زیرا قدرت نفوذ آقای نتانیاهو در کنگره امریکا بیش از نفوذ آقای اوباماست. بنابراین ایران به این نتیجه میرسه که در این مرحله متوقف باشه. امریکا هم قبول داره که ایران ظرفیت را داشته باشه ولی به مرحله بمب نرسه، ولی اسرائیل به اونجا راضی نیست. اسرائیل میگه به طور کلی باید هر گونه ظرفیت ایران و تکنولوژی ایران که به مرحله ای برسه که به مرحله اتمی ولی حتی اتمی نشه، باید جلوگیری ازش بشه. چرا اسرائیل این کارو میکنه؟ دلایلش اینه. اسرائیل میدونه که ایران دست به اقدام نظامی علیه اسرائیل نخواهد زد. اسرائیل خیلی خیلی مقتدر. بررسی که آقای کردزمن کرده در حدود 2-3 ماه پیش که اگر ایران یک بمب کوچک به اسرائیل بفرسته، اسرائیل 7 شهر ایران رو ممکنه با بمب اتم بزن. بنابراین اسرائیل میدونه که این کار نمیکنه. ولی نگران اسرائیل از جای دیگه است. از این است که برتری اسرائیل در خاورمیانه ممکن است بین بره. به دنبال ظرفیت حتی اتمی ایران، عربستان و ترکیه و کشورهای دیگر دنبال این کار میرند و توازن قوا در خاورمیانه بسیار اسرائیل به هم میخوره. ولی به نظر من در این مورد اسرائیل اشتباه میکنه. چرا؟ برای اینکه توازن قوا داره به هم میخوره. در مصر اوضاع عوض شد. در مصر قرارداد صلحی که بین اسرائیل و مصر در زمان انور سادات در 1970 انجام شد در واشنگتن، یعنی صلحشون در واشنگتن بود، اون قرارداد شیکی. الان اسرائیل محاصره شد از طرف کشورهای عربی. تنها متحدی که اسرائیل میتونه در آینده داشته باشه ایران سکولار و دموکرات آینده است. در این مورد به نظر من اسرائیل اشتباه میکنه. اگر جنگ هم با ایران بکنه تو کار اشتباه میکنه. ولی روسا از اتمی شدن ایران نگرانی ندارن. فکر میکنن که به هر حال ایران ممکن اتمی بشه. چرا؟ برای اینکه پاکستان اتمی است، بالاتر از پاکستان هند اتمی است، بالای هند چین اتمی است، بعد میریم روسیه اتمی است، بعد اسرائیل اتمی است. ایران در میان 7-8 کشور اتمیه. بارها ایران مورد تجاوز قرار گرفته. اگر ایران یک کشور مسئول داشته باشه، سکولار باشه، دولت مسئول، بله بله، دولت مسئول داشته باشه و سکولار باشه، اگر اون زمان اوضاع بین المللی اجازه بده که ایران نیوکلیر باشه، اتمی باشه، من فکر میکنم که دنیا هم نمیتونه جلوش رو بگیره. اگر جلوش رو گرفته، برای اینکه رژیم غیر مسئوله. در زمان شاه فقید 1974 وقتی هند اتمی شد، شاه به این نتیجه رسید که ایران باید در جهت اتمی به سرعت گام برداره. امریکایی هم میدونستن، نگران هم بودن، ولی میدونستن کاری نمیتونن بکنن. ولی شاه منظورش ظرفیت اتمی بود، مثل ژاپن الان، مثل کره الان، مثل برزیل، که ایران ظرفیت داره و اگر لازم شد به موقع بمب بسازه. من فکر میکنم روسا از اتمی شدن ایران نگرانی ندارند. روسا از اسلامی شدن ایران نگرانی دارند که از این رژیم اتمی بشه، بله نگرانی دارند. آقای دکتر، آیا واقعا رژیم جمهوری اسلامی به دنبال اضمحلال اسرائیله؟ فکر نمی کنم. برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی میدونه که اسرائیل را نمیتونه مضمحل بکنه. دو مثال عرض میکنم. وقتی جنگ 1973 یام کیپور شروع شد، خانم گلدن مایر نخست وزیر اسرائیل بود. اسرائیل داشت شکست میخورد. اگر امریکا نرسیده بود، کمک های امریکا نرسیده بود،
گلدامایر دستور میدهد به آقای موشدایان وزیر دفاع که چند کلاهک اتمی را بیارید آماده کنید برای حمله. ولی در این موقع ارتش اسرائیل پیروز شد و لزومی در این کار نداشت. یه مثال دیگه، آقای کمبل کتابی نوشته، ایشون کمبل وزیر کمونیکیشن در دولت انگلیس بود، اون در کتابش اخیراً اشاره کرد که آقای شارون اخیراً فوت شد، چند سال در یغما بود و اخیراً فوت شد. آقای شارون با آقای بوش، جورج بوش در زمان جنگ عراق، گفت اگر عراق به اسرائیل حمله بکنه ما بمب اتمی میزنیم، بنابراین با اسرائیل شوخی نمیشه کرد. جمهوری اسلامی این مسئله را میدونه ولی سعی میکنه که به اسرائیل لطمه بزنه از راه های غیر مستقیم، حمایت از حزب الله البته کاری اساسی نمیتونه الان بکنه، مخصوصا از فلسطینی ها. ولی من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در صدد باشه یا بتوان این کار رو بکنه، هرگز در مخیله اون هم خطور نخواهد کرد که دست به این کار بزنه. فکر در واقع نفوذ ایران امروز در منطقه چطوره؟ چه نفوذی ایران داره در منطقه؟ ایران در منطقه نفوذی نداره. هر کشوری که بخواد در دنیا موجودیت خودش رو حفظ کنه نیاز به سیستم آلایانس داره، دوستان متحدینی داره. ایران هیچ متحدی نداره، تنها متحدش سوریه است. سوریه اولا از ایران دوره و ثانیا هم در حال نابودیه. حافظ بشار اسد آینده ای نداره و از بین خواهد رفت. آقای کوفی انان اخیراً در ژنو طرحی داد که دولت موقتی تشکیل بشه از مخالفین و از طرف دولت فعلی یا رژیم فعلی، که البته ایران رو در این کنفرانس راه ندادن. یکی از مشکلات رژیم اینه که ایران کاملا ایزوله است، دوستی نداره و این برای ایران و آینده ایران خیلی خیلی خطرناک. کاملا درست جناب دکتر. بله. اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی اینطور میگه: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. آیا در ارتباط با چین و روسیه هم سیاست خارجی رژیم این چنینه؟ یعنی جلوی سلطه‌جویی با سلطه‌جویی؟ نمی کنم که جمهوری اسلامی اصلا بداند که سیاست خارجی ایران چیست. سیاست خارجی، اجازه بدید یه تعریف کوچکی از سیاست خارجی من بکنم اگه اجازه بدید. خواهش میکنم. سیاست خارجی یعنی اتخاذ تدابیری برای حفظ منافع کشور. منافع کشور را استراتژی ملی کشور تعیین میکنه، چون بر اساس تاریخ، فرهنگ، منابع مادی، معنوی و قدرت نظامی کشور، هوش و تدبیر رهبران کشور در رشته های مختلف. به طور خلاصه استراتژی ملی عبارت از به کار گرفتن حد اکثر نیروهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، روحی، تکنولوژی و اخلاقی برای رسیدن به هدفهای تعیین شده در زمان جنگ و در زمان صلح. و برای اعمال اون نیاز اولا به بصیرت هست، آگاهی هست، تخیل هست و اسید تستش به قول امریکایی دو اصله: یک، مشروعیت ملی باید داشته باشه سیاست خارجی، که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش مشروعیت ملی نداره. هماهنگی داشته باشه با تجربه و اراده ملی. سیاست خارجی ایران بر اساس شیعه جهادیست. در داخل ایران تمام
نیروهای مختلف و تیرهای ایرانی را به کلی آزرده کرده، پایگاه ملی نداره، به خاطر اینکه با آمریکا در بیفته سیاستش مستقل نمیتونه باشه، برای اینکه در دامن چین و روس افتاده. به چین امتیازات بسیار بسیار زیاد داده که حتی ادهی در داخل خود رژیم هم خبر ندارن، از مجلسش کاملا بی اطلاع، منافع ایران رو به کلی نگلک کرده در دریای مازندران و دست روسها رو باز کرده در ایران، و به خاطر اینکه به امریکا در بیفته امنیت ملی و استقلال ایران را در گرو گذاشته. بنابراین رژیم اونچه که میگوید مستقل نیست، وابسته است، و اون کارهایی که انجام داره میده سیاستش منطبق با منافع ملی ایران نیست، مخصوصا تاریخ و فرهنگ ایران را به طور کلی نادیده گرفته. فرهنگ ایران مهمترین مسئله است در حفظ ایران برای 3000 سال. اصلا در تاریخ، کتاب های تاریخی که میخونید راجع به تاریخ ایران و هخامنشیان اصلا بحثی نمیشه. بنابراین رژیم اونچه که انجام میده ملی نیست، منطبق بر منافع ملی نیست، و نظر شما درست. خیلی تشکر. اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. آیا واقعا این اصل مراعات شده تا به حال؟ قراردادهایی که با چین داره، با روس داره، به مجلس خودش هم اطلاع نداد. میبایستی به تصویب مجلس برسه، و رژیم به خاطر همینطور که عرض کردم، به خاطر دشمنی به امریکا قراردادهای عجیب غریب با روسها بسته، خودش را به دامن روسها انداخته. روسها 300 سال سعی کردند که به خلیج فارس برسند، نتوانستند. چجون این رژیمی که مستقل اجازه داده روسها الان در خلیج فارس هم در بوشهر هم. در ایران بسیار نفوذ دارن، سازمان های اطلاعاتشون در ایران بسیار بسیار فعاله، نگرانی امریکا هم بیشتر از این جهته. تجهیزات ارتش ما تا اندازه زیادی در روسی و چینی امروز. ما از نظر نظامی قدرت زیادی نداریم، تعدادی زیادی موشک داره ایران و کشتی های ساخته، کارایی کرده، ولی به تکنولوژی غرب دسترسی نداره. سلاح های غربی را در اختیارش نیست که بسیار پیچیده و سافیستیکیتد. سلاح های روسی را داره، سلاح های روسی به هیچ وجه قابل مقایسه با سلاح های امریکایی نیست. و از همه مهمتر، ایران نیاز داره به کمک امریکا برای تعمیر چاهای نفت. چاهای نفت به طور کلی فرسوده شده، 10 میلیارد دلار، شاید خیلی بیشتر، حدود 100 میلیارد دلار باید خرج تعمیر چاه‌ها بکنه. ما نیاز به تکنولوژی جدید داره. این تکنولوژی جدید در روسیه نیست، در چین نیست، فقط در امریکاست. صدماتی که به ایران، به رژیم جمهوری اسلامی به ایران زده، به حدی است که حتی گفت ایمیجربل. آقای دکتر، درآمد نفت و گاز ما کجا نگهداری میشه؟ هیچ حساب و کتابی وجود نداره. قسمتش صرف کارهای اتمی شده، قسمتش خرید کالاهای از چین و روس شده، قسمت زیادش چپاول شده، دزدی شده، و قسمتش هم الان در حدود، شاید در این یک سال نیم اخیر که بحران سوریه است، به طور که من شنیدم ایران 10 میلیارد دلار به سوریه کمک کرده. این سوریه به کجا میرسه؟ این پولا قابل پرداخت نیست، به هیچ وجه پرداخت نمیشه، کمک هایی که به حزب الله کرده. بنابراین هیچ حساب کتابی برای جمهوری اسلامی وجود نداره. ظاهرا مجلس وجود داره، ظاهرا انتخابات وجود داره، و این انتخابات و این مجلس برای افکار عمومیه، برای گول زدن افکار عمومی است. یعنی
یه ظاهری وجود داره ولی عملاً همه چی دست یه نفره که اون آقای خامنه‌ای باید باشه و منابع کشور رو هر طوری که اینا دلشون میخواد باش رفتار میکنن، عمل میکنن و هیچ کسی هم، مردم ایران هم هیچ اطلاعی ندارن. مردم ایران اطلاع ندارند و نمیتونن هم کاری انجام بدند و فرصی هم متاسفانه در بیرون آقای دکتر وجود نداره، فرصی که بتونه رژیم را چالش بکنه. رژیم شکننده است، میشه رژیم را برداشت، ولی در بیرون اون اتحادی که باید وجود داشته باشه این رژیم را برداره وجود نداره و رژیم را یک نفر اداره میکنه. به قول شما یه عده‌ای هم همراهشون هستند که ملایان مثل خودشونن و تمام اینا از نظر فکر قهقرایان، به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه ندارن. میشود از بیرون کاری کرد ولی شرایط داره، اون شرایط در حال حاضر وجود نداره. مثلا اگر کسی بخواد از بیرون علیه رژیم برخیزه، ناچاره که یک سازمان بسیار جدی داشته باشه، ناچاره یه عده‌ای از مشاورین و همکاران عالم فهمیده در رشته‌های مختلف، در رشته‌های سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، نفت، انرژی داشته باشه، مخصوصاً سیاسی، و برای این کار نیاز داره به پول بسیار بسیار زیاد و این پول باید ایرانی باشه. متاسفانه اینها هیچ کدام وجود نداره. در علاوه بر اینها نیاز به رهبری قوی ملی داره که منعکس کننده آمال ملت ایران باشه، به امریکا هم تکیه نکنه. اگر چنین سازمانی وجود داشته باشه که بتونه اکثریت مردم ایران را در خارج مثلا امریکا متحد بکنه و نفوذش را ترسیم بکنه در داخل ایران، من اون وقت میدانم، مطمئنم که امریکا اون وقت آماده است با احترام متقابل با ایران صحبت بکنه، چون چنین چیزی وجود نداره. یعنی با اپوزیسیون ایرانی صحبت بکنه، اپوزیسیون ایرانی، اگر اون شرایطی که عرض کردم. چون وجود نداره، بارها دولت ایران خواسته با رژیم کار کنه. خدا اوباما اول آمد، صحبت از کنار آمدن با رژیم بود. درست. در 2009 که یه عده زیادی در حدود 3 میلیون رفتن بیرون، دولت امریکا هنوز فکرش این بود که به هر حال با رژیم کار کنه. درست. این است که چون آلترناتیوی وجود نداره در بیرون، آمریکا یا ناچار آلترناتیو بسازه یا اینکه با رژیم بسازه یا اینکه با رژیم جنگ کنه. از این سوال خارج نیست. آقای دکتر، هم شما هم من، ما هر دو در این سالها با رژیم از راههایی که فکر کردیم میشه مبارزه کرد سعی کردیم مبارزه کنیم. من در سازمانی بودم که امریکا حمایتش کرد و من اصلا رفتم توی این سازمان برای اینکه فکر کردم واقعا اینا برنامه‌ای دارن برای براندازی رژیم. در اونجا دیدم که همچین برنامه نیست، ولی هر روز امیدوار بودم که برنامه باشه و من یارانم به دنبالش رفتیم. 7 نفر از یاران نزدیک من، دست راست و دست چپ، اما رژیم زد کشت. شما به خوبی اطلاع داریم و امروز میدونم همه این چیزی که میفرمایید به قچنگ میدونم. من دلیلی که خودم کشیدم کنار، هر کاری کردن نموندم، به همین بود، چون دیدم که اصلا و ابدا مسئله رژیم مطرح نیست. میخوان یه لولو خورخورکی نگه دارن که اونا رو بترسونن و کار خودشون بکنن. حالا هم همینه. دوستان ایرانی من و هموطنان ایرانی من که میرن باید بدونن که اینا میخوان اطلاع داشته باشن، اطلاع پیدا کنن. اینا میخوان شما طبق اون چیز سیاستی که دارن شما عمل بکنید، ولی سیاستشون به هیچ وجه آزادی ایران نیست. چه باید کرد آقای دکتر؟ ما 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستیم. خیلی از ماها، بین ماها افراد ثروتمند کلان خیلی زیادن. در همین کالیفرنیا افرادی هستن که ثروتشون چند میلیارد دلاره.
و اینها خودشون رو ایرانی میدونن، اقلا ایرانی معرفی میکنن. چه کاری هست که ما باید میکردیم نکردیم، من و شما و دیگران؟ چه باید کرد؟ باید عرض کنم که چه میتوان کرد؟ چه میتوان کرد؟ در بیرون من سازمان متشکلی آقای دکتر نمیبینم و باید بریم روی علم الروح و جامعه شناسی ایرانی. ایرانی در طول تاریخ هیچ وقت بدون سر کار نکرد. ایرانی همیشه جامعه ایست عمودی و افقی نیست. در تاریخ ایران ما میبینیم اینا. هر وقت اگر کسی باشد حرکت اساسی بکنه، بتونه حمایت ایرانی های بیرون را اکثریتشون را جلب بکنه و پول ملی ایرانی داشته باشه، همطور که فرمودید امریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. کامل نمیتونیم به امریکا اطمینان بکنیم. نه. به هیچ کشوری نمیشه اطمینان. نه، یه دفعه ولتون میکنم وسط زمین آسمون. بله، ببینید با ایرانی دار، ایرانیان دارای شاید 1 تریلیون پول باشن، پول داشته باشن در بیرون. این ثروتی است که ساختند، خودشون استعداد داشتند، ولی اطمینان ندارند به کسی و پول نمیدند. اگر کسی پیدا بشود که پولی داشته باشه، سازمانی بده، همطور که عرض کردم مرکب از مشاورین درجه اول، چون بدون مشاور شما نمیتونید کار کنید. شما اگر بخواید باید دفتر داشته باشید، سازمان داشته باشید، مشاورین درجه اول داشته باشید و مرکز اساسی داشته باشید، در حقیقت به صورت دولت موقت. این دولت موقت دو جوره، یا آمریکا تشکیل میخواد بده به قول جناب علی و سر راه رها میکنن، یا اینکه باید خود ایرانی به وجود بیاره. اگر خود ایرانی به وجود بیاره، اصیل باشه و پول ایرانی در دست داشته باشه، امریکا اون وقت با کمال میل حاضره از چنین قدرتی استقبال بکنه و به اون کنار بیان. ولی در حال حاضر چنین چیزی وجود نداره. بعضی وقت ما فکر میکنیم، هم میهنان ما فکر میکنن که بله ما دور هم جمع بشیم. برای بزرگترین خطر، برای حل یک مشکل این است که ما بخواهیم این مشکل را با منطقه دیروز حل کنیم. ما 30 ساله مرتب میگیم دور هم جمع بشیم، دست به دست هم بیه بدیم. آخه دست به هم دادن که کمک نمی کن. فکر کنیم که دست دادیم، فکر کنیم که الان رژیم را برداشتیم، ناگهان سقوط کرد، چه کسی این ایران را اداره بکنه حتی به طور موقت؟ چه کسی جلو هرج و مرج بگیره؟ چه کسی جلو دخالت خارجی را بگیره؟ وقتی ایران، در ایران خلاء سیاسی به وجود آمد، نظم عمومی به هم خورد، چه کسی باید این نظم را به وجود بیاره؟ اگر ایران با جنبش‌های براندازی و جداجویی که خارجی ها سال هاست هم اکنون در اطراف مرزهای اون مشغولند، برای این کار چه نیروی میتونه جلوی اینا بگیره جز نیروهای سلاحدار ایران؟ جلو نیروهای سلاحدار ایران چه کسی باید جلب بکنه؟ چه سازمانی رهبری اونا رو به عهده بگیره؟ چه کسی باید سازمان اطلاعاتی ایران را داشته باشه؟ همه اینها مسئله است. و این است که عرض میکنم باید اگر از بیرون باشد، دولت موقت اگر به صورت باشه، باید کسی باشه در رأسش فرد بسیار موجه ملی با پول ایرانی با سازمان قوی. در غیاب این، راه حل در داخله، یا جنگه یا اینکه ایران دچار ایمپروژن میشه، یعنی میترکه از داخل. امیدوارم که این اتفاق نیفته. من زیاد خوشبین نیستم. من در بیرون چیزی نمیبینم. در بیرون سازمان های وطن پرستانه وجود داره، همه وطن پرستان مثل شما کار میکنن، کوشش میکنن، همه ما ها کار میکنیم، ولی گفت کافی نیست. گفت اگر
سازمان اساسی نباشه، پول نباشه، کاری از پیش نمیبره. امریکا جدی نمیگیره مسئله برداشتن این رژیم نا ایرانی. کار بسیار بسیار دشواری است، کار سیریوس بیزینسه، نمیشه از بیرون نشست و با تیر کمون زد. به نظر من سخته، ایرانی ها باید فکر اساسی بکنن. همطور که من قبلا هم عرض کردم، راه حل اتمی شدن ایران در دست جمهوری اسلامی نیست، راه حل مذاکره و سازش با این رژیم نیست، برای اینکه به قول مترنیخ گفت که با سیستم های انقلابی نمیشه صلح کرد. مترنیخ معروف که آقای کیسینجر رساله دکتریش داره به مترنیخ و کنگره وین گذارنده. و بعد جنگ هم راه حل نیست، برای اینکه شیرازه کشور را از هم میپاچونه و ممکنه ایران دچار تجزیه بشه یا بالعکس رژیم را قوی بکنه. چون اگر اقدام نظامی علیه رژیم رخ بده و رژیم را بر نداره، رژیم قوی تر میشه. بنابراین راه حل در دست ملت ایرانه. شاید هم من بارها این را عرض کردم، پاسداران هم. اگر پاسداران ارق ملی داشته باشن، وطن پرستی داشته باشن، بدونن که ایران در حال سقوطه، دنیا داره علیه ایران قیام میکنه، ایران ایزوله شده، اقتصاد ایران ویران شده، خانواده ایران یعنی اجاق خانواده ایران پاشیده شده، این پاسداران بایستی کمک بکنن به ملت ایران ناخل یا خودشون موقتا این رژیم رو بردارن و راه را باز بکنن برای یک اقدامات اساسی که ایران با دنیای جدید برکرده. خب آقای دکتر خیلی تشکر میکنم از مطالبی که فرمودید که خیلی آموزنده بود. با اجازتون اگر موافق باشین خطوط رو باز کنیم ببینیم که میهنان چه سوالهایی دارن از شما بکنن. بله، در اختیارتون هستم. خیلی تشکر. خب اتاق کنترل اگه لوس کنید خطوط رو باز بکنید ببینیم که چه سوالهایی هم میهنان از آقای دکتر دارن. ما به هر صورت 4 میلیون و بیشتر ایرانی که در خارج هستیم که میتونیم کمک بکنیم به مبارزان داخلی کشور، باید ببینیم هر روز ببینیم چه میتونیم بکنیم و تا اونجایی که ممکن خودمون رو بسیج بکنیم، سازمان بدیم، تشکیلات بدیم، کسرتگرا باشیم و با همه هممیهنانمون که آرزو میکنن که کشورشون آزاد باشه همکاری بکنیم و به کمک هم میهنان داخل کشور بریم. حالا ببینیم هم میهنان چه میکن. خواهش میکنم بفرمایید، رو خط هستین. با درود فراوان به شما و مهمان عزیزتون، من 2 سوال داشتم. یکی این که میخواستم نظر آقای دکتر رو راجع به این تحریمایی که از اول جولای شروع میشه که سخت‌تر و محکم‌تر خواهد شد، یعنی شروع شده، که اثرش در ایران چجور خواهد بود، و نظر دیگه که پیشنهاد دیگه که ازش خواهش میکنم که نظرش رو بفرمایید اینه که با این شرایطی که برون مرزی ها دارن، با این رسانه هایی که داریم و متاسفانه هیچ اتحادی هم بینشون نیست و اینها، از کجا میتونیم شروع بکنیم که نظر ایشون به عنوان یک کاردان چیه؟ چی کار باید بکنیم که جلوی از هم پاشیدن بیشتر ایران رو و یا احتمال جنگی که هست گرفته بشه؟ برای اینکه موضوع خیلی جدیه، ولی متاسفانه مثل که حتی افرادی که سیاسی هستن و خارج از ایران هستن زیاد اونطوری جنبه استراریشو نمیبینن. خیلی ممنون میشم، منتظر جوابم. خیلی تشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید، رو خط هستین. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. رو خط هستین، بفرمایید. سلام عرض کردم آقای دکتر. خواهش میکنم. خدمت آقای دکترم سلام دارم. من یه فکری به نظرم رسید که شما که بالاخره خیلی از ایرانی ها شما رو بشناسن و به شما ایمان دارن،
چرا شما خودتون با این ثروتمندای ایران در مذاکره نیستید و از اونا نمیخواین که اینطور کمکی به مردم ایران بکنن؟ چون اگر همینطور بایستیم خب سالها هم میگذره و همین آش و همین کاسه هست. من نمیدونم، اینو خیلی دلم میخواد. بالاخره امثال شما چند نفری هستن که مردم بهشون اطمینان دارن و همون ثروتمنده هم این پولا رو میخواد چیکار کنن؟ خب فردا تو رجونشون بالاخره هر کس پاشه سرشو میذاره زمین و همه این پولا میمونه. در هر حال خیلی ممنونم ازتون اگر یه جوابی به من بدین. با کمال میل. خب یه خط دیگه بگیریم بعد شما تشریف میارین. الو بله بفرمایید. من نمیشنوم. آقای دکتر شما رو خط هستین؟ بله من رو خطم ولی چیزی نشنیدین؟ هیچی نشنیدین؟ نه خیر اصلا. حالا چه اتاق کنترل ایشون صدای جناب وزیر دارم. ایشون نشنیده بودن. یه کاری میکنیم که ایشون بشنون؟ گوشی حضورتون باشه، یه تلفن دیگه میارن که شما. خیلی معذرت میخوام دکتر. خواهش میکنم. سه تا سوال شد. یکی این بود که در مقابل این تحریم ها اینا از کجا ما چگونه شروع بکنیم برای از هم پاشیدن کشورمون، چه کار باید بکنیم که ایران از پاشیده نشه، از هم و تیکه پاره نشه. یکی دیگه این بود که چرا امثال شما یا من ما شروع نمی کنیم برای اینکه از ایرانیان بخوایم که کمک بکنن که اقلا امکاناتی باشه برای فعالیت. گم میکنم این دو تا سوالی که مطرح شده این بود آقای دکتر. حالا اگه میخواین شما صحبت بفرمایید یا اینکه من چند تا سوال دیگه بگیرم، هر چیز که نظر جناب باشه. اگه اجازه بدین یکی دو تا سوال دیگه میگیرم. بله قربان شما. بله خواهش میکنم بفرمایید. ایشون رو خط. الو درود بر شما. خواهش میکنم با شما هستیم، بفرمایید. من رو خط هستم. بله با درود احترام به شما، صحبت شما رو من گوش میکردم. بله. و آقای اسد همایون گفتن که مثلا کمک خواستن یا کمک و همیاری از سپاه که برای نجات ایران. ببینید 34 سال هستش که ایران ارتش ملی نداره. بله. شما متوجه هستید؟ بله ایران شبه نظامیه، یعنی بله. یک حالت ارتش تروریستیه. شما با ارتش مصر رو با ایران مقایسه نکنید. ایران 34 ساله آقا، این زمان پادشاهی شاه فقید نیست که ارتش شاهنشاه ایران حداقل یک پرنسیپلی داشت، یک قوانینی برای خودش داشت، حداقل میشد ارتش ملی گفت. ولی 34 ساله ایران ارتش ملی نداره، شبه نظامی داره، یعنی تروریسته. ایران ارتش ریسپانسیبلیتی نیست. اینه که و آقا در حقیقت من این نظر منه، من فکر میکنم که ایران، مردم ایران برای رهایی از این رژیم دست به اسلحه میزنن و مردم ایران تفنگ برمیدارن. این نظر من آقا. اینو من عاشق صلح دوستی هستم، ولی اینطور که ایران نگاه میکنم مردم ایران دست به اسلحه میزنن. درود بر شما و خداحافظ. خواهش میکنم. خب خواهش میکنم جناب دکتر رو خط تشریف دارین. جناب دکتر حالا نظر خودتون رو. من سوال سومی رو نشستم. سوال سومی این بود که خلاصه ایشون گفتن که مردم ایران برای رهایی دست به اسلحه میزنن و راه دیگری ایشون گفتن که ندارن. من فکر نمی کنم که اگر مردم دست به اسلحه بزنن کار به سامان برسه. با توجه به نارضایتی هایی که در ایران وجود داره، با توجه به این که تبعیضاتی که نسبت به کردها، بلوچها، به علت مذهب، به بهایی ها و دیگران میشه و مردم ایران به قدری از رژیم ناراحتند که ممکنه ایران وارد یک جنگ داخلی بشه و از طرف دیگه در حدود چندین کشور در اطراف ایران دست به اقدامات کویت زدن و به کمک هایی میکنند به فدرالیزم یا جدا جویی در ایران. بنابراین
دست به اسلحه بردن نه تنها کمک نمیکنه بلکه سبب سقوط رژیم نمیشه، بهانه میده به رژیم دست به کشتار بزنه. راه حل اقدام نظامی از طرف مردم ایران نیست و از طرف مردم ایران دارای چنین قدرتی نمیتونن باشن. به رژیم بهانه میدن که رژیم به خشونت تمام اونو بخوابونه. و بعد با توجه به جنبش هایی که در اطراف ایران وجود داره، من میدونم چندین کشور مشغولن اقدام میکنن، اسلحه میدن، همینطور که در سوریه انجام میدن. سوریه در این حال که جنایت میکنه، عربستان سعودی و قطر مرتب اسلحه به اونها میدن. تعداد از کشته هایی هم که در سوریه وجود داره به دست این هاست، اونها جراید غربی منعکس نمیکنن. بنابراین من با این کار موافق نیستم. آنچه که دکتر میگن کشورهایی هستن که در حال حاضر سعی میکنن که از این وضعی که ایران داره بهره بگیرن و ایران رو چند تکه بکنن. صحبت ما این چیزها رو هممون شنیدیم، صحبت کردستان آزاد، صحبت خوزستان آزاد، صحبت آذربایجان آزاد یا آذربایجانی که به آذربایجان شمالی ملحق بشه، صحبت بلوچستان آزاد، این صحبت ها خیلی زیاده و خیلی از ما ایرانیان هم میدونیم که پشتش چه اشخاصی و چه کشورهایی هستن. بنابراین آنچه که میکنیم باید اولا توجه داشته باشیم که یک پارچگی ایران حفظ بشه. مهمترین مسئله برای هممون یک پارچگی ایرانه. هیچ ایرانی میهن پرستی نیستش که در این شرایط بیاد بخواد کمک بکنه که ایران تیکه پاره بشه. بس آقای دکتر هم همینو میگن، میگن با توجه به تمام این مسائلی که مطرح کردم باید سعی بکنیم ببینیم که چه از دستمون بر میاد و باید هم چیزی از دستمون بر بیاد. نمیتونیم دستمون رو دستمون بذاریم بشینیم بگیم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. کار میشه کرد، ولی یه کار مهمش که میشه کرد، ثروتمندان ما باید بیان به میدون، اونایی که دلشون برای ایران میسوزه و خودشون من بر چیز صندوقی درست کنن و خودشون بذارن توی صندوق، پولی بذارن و خودشون هم نظارت بکنن و اون وقت با اونهایی که تو کار سیاسی هستن با اونها ارتباط برقرار کنن و ببینن چه برنامه‌هایی رو میتونن در داخل کشور در زمینه نافرمانی های مدنی، نه برنامه های تروریستی، نافرمانی های مدنی رو بیشتر پیاده بکن. خیلی کار میشه کرد اگر امکانات باشه. خواهش میکنم دکتر بفرمایید. اجازه میدید من یه چیز به فرمای شما اضافه بکنم. مجله اتلانتیک که خیلی خیلی مهمه در 2008 یعنی 6 سال پیش مقاله مفصلی در 16 صفحه نوشت و تشریح کرد جنبش های جداجویی که در خاورمیانه مخصوصا در ایران وجود داره. نه تنها پرچمشون رو ساختن، سرودشون هم ساختن. کشورهای دیگه کمک میکنن. اسرائیل کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، امریکا هم کمک میکنه. بله. ایران اگر ایران بعضی ها همین مسئله بعضی از هممیهنان ما تخم لق فدرالیزم و جداجویی را هم در دهان یدهی شکستن. ایران یک کشور جدا جدا نبوده که با سریشوم اینها را به هم بچسبونند. ایران 3000 سال یک پارچه بوده و یک پارچه خواهد موند. تاریخ ایران و فرهنگ ایران، اوضاع جغرافیایی ایران، موقعیت استراتژیک ایران حکم میکنه که ایران به هیچ وجه سمت فدرال نره. اگر سمت فدرال بره، جنگ های داخلی خونین آغاز خواهد شد. همسایگان ما همیشه نسبت به ما با نظر حرص و طمع نگاه میکردن، آمادن که ایران از هم بپاچه. صحبت از فارس و ترک و غیر فارس میکنن که در صورتی که در ایران ما به نام فارس کسی را نداریم. ایران فارس یک ناحیه است از ایران. ایران تشکیل شده از تیرهای مختلف ایرانی و این تمام این تیرها دارای فرهنگهای مختلف هستند که باید مورد احترام ایران باشند و خواهند بود. این رژیم البته توجه به این مسئله نداره. وضع ایران، وضع قومی ایران
مثل قالی تبریزه، رنگ از نظر رنگ آمیزی، از نظر بافت، از نظر گلکاری هایی که داره، همه اینها یک قالی ایرانی تشکیل داده و اقوام و تیره های ایرانی هم درست مثل پرژین راک هستن، یا به عبارت دیگر اینها به دور خورشید، این منظومه به اصطلاح منظومه شمسی میچرخند و اون خورشید زبان فارسی است که البته زبانهای محلی هم باید احترام بهش گذاشته بشه، حفظ بشه، و ایران یک کشوری است یک پارچه، تجزیه ناپذیر، و اگر صحبت از جنگ داخلی باشه، صحبت از حمایت از قوم بازی بشه، ایران دچار تجزیه خواهد شد و خدای نکرده دشمنان ایران هم میخوان و ما گرفتاری بزرگ پیدا میکنیم. آقای دکتر، اگه تشویق داشته باشید تمام خطا روشنه، من ببینم خطا رو بگیرم براتون. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. درود بر جناب دکتر گنجی و همچنین جناب آقای دکتر اسد همایون. خواهش میکنم. از شبت بزرگتون که خواستم از حضور جناب همایون خواهش بکنم که ما که الان در داخل هستیم با توجه به تجربیاتی که از شرایط داخل و اوضاع احوالی که در جبهه که الان حاکم هست، فکر میکنم نیاز کنونی ما در وهله اول همبستگی و اتحاد اپوزیسیونی است که 30 سال به جای وحدت، به جای انسجام، به جای همبستگی برای ایران، اگر واقعا دلشون برای ایران میسوزه، چرا سنگ سازمان خودشون از شبکه گروه خودشون، تشکیلات خودشون به سینه میزنن و چشم ما در داخل، شما از شبکه مسبوقید و این جریان کاملاً اشراف دارید جناب همایون گرامی، که ما در داخل چند بار حرکت های کمبیش مردمی انجام دادیم، حتی همون جنبش سبزی که خیلی ها به انحراف میگیشن و اکده میگن جنبش سبز نمیدونم به اصلاح دراب و فلان، نه چنین نبود. من خودم از اول اون حرکت در داخل این جنبش بودم و هدف ما، سیبل مقابل ما، کلیت تمامیت این نظام بود. بعد از این هم در حال حاضر من به شما قول میگم اگر اپوزیسیون به یک شکل واحد و اتحادی به هم دیگه برسن و یک صدا ارتباطی با داخل برقرار بکنن، ما میتونیم، آمادگی اینو داریم که کارو با یک نافرمانی مدنی، با یک حرکت های مردمی، حالا چه به صورت گروه ها، دسته ها در شهرستان ها مختلف، با کمترین هزینه بتونیم اشراف که با این رژیم صفات مبارزه بکنیم. جناب همایون، من منتظر فرمایشات جناب عالی هستم. از شما هم دارم دکتر گنجی بسیار سپاسگزارم. خواهش براتون آرزوی فیروزی موفقیت دارم. خیلی تشکر. خب با اجازه شما یک خط دیگه هم میگیریم، بعد جناب عالی نظرتون میفرمایید. بفرمایید، رو خط هستیم. بفرمایید. بفرمایید. تلویزیونتون کم کنید. خواهش میکنم، مرمتتون زیاد. بفرمایید. خب بله بله. آشوت ما خیلی ممنون هستم از شما و دکتر همایون، از روشنفکران ایران هستید و واقعا زحمت میکشید، خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. هرچه که این رژیم اینقدر صفاک هست و اینقدر بیرحم هست که حد نداره. حالا یکی از دوستان زنگ زد گفت که جریان جنگ مسلحانه صحبت کرد، ولی واقعا اینقدر اینا ترسن و چه 3 نفر 4 نفر دوبار هم جمع میشه، اینا میترسن، متفرق میکنن، شکنجه میکنن، تجاوز میکنن. اصلا وضع خیلی وخیمتر از این حرف هاست که خیلی اینا صفاک هستن، واقعا صفاک هستن. و من بسیار رژیم سوریه هم دستانده دقیقا اینا هستن. هرچی این رژیم سوریه آدم بکشه، من فکر کنم پشتش جریان ایران هست
و قشنگ دست به اینا دادن که تا چیزی نفس کشید اینا رو بکشید. چاوچسکو چاوچسکو که من فکرم نافر من فکر میکنم که نافرمانی مدنی و این صحبت ها این آخر همون دوستی که صحبت کرد گفت که جنگ مسلحانه از این حرفا آخر وزیران به همینجا میکشه و هیچ راهی دیگر من فکر نمکنم داشته باشه. خیلی تشکر، شما بزرگتری و بهتر میدونید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی تشکر. خب همینان چاوچسکو و هوینکر در آلمان شرقی، اون یکی در رومانی، اونا هم آدم کش بودن. خیلی بنابراین فقط ما نیستیم که این رژیم رو داریم، ما میتونیم خیلی کار بکنیم. بفرمایید جناب دکتر. بله، در مورد سوال دوم عرض میکنم که من نظرات ایشون رو قبول دارم، درسته و رژیم صفاکه، ولی اقدامی از بیرون برای ما متصور نیست. همینطور که قبلا عرض کردم موقعیت و شرایط آماده نیست، برای اینکه در بیرون هیچ سازمان متشکلی وجود نداره. صحبت میکنن، دور هم هستن، وطن پرستی دارن. شما موقعی میتونید یک سازمانی به وجود بیارید که رهبر نیرومندی داشته باشه، که نیست. افراد فریخته هستند ولی اون شرایط رو ندارن. زن و مرد زیاد کسانی هستند ولی باید پول سازمان داشته باشن، پول سالم و پول ایرانی داشته باشن. شما در هر کجا که بخواید هر حرکتی بکنید بدون پول نمیشه. من فکر نمی کنم در حال حاضر در خارج فرص اساسی که بتواند رژیم را چالش بکند وجود داشته باشد. من نمی بینم. خب آقای دکتر، بریم به خطوط دیگه. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستین. جناب گنجی، من سوال اولم متاسفانه آقای دکتر متوجه نشد، یعنی صدا رو نمی گرفتن، اینی که محو شد. ولی الان یه سوال دیگه دارم و اون اینی که این بازی اتحاد، این روش و این پروسس همبستگی و دست به دست هم دادن، این یه حقیقتیه که از قرار معلوم ما بلد نیستیم. حالا من میخوام بگم آیا قدم بعدی ما میتونه که این باشه که ما این موضوع رو یاد بگیریم و برای یاد گرفتن اون چه کار باید بکنیم، چه کارهایی، چه قدمهایی باید برداریم؟ ما اینو میدونیم که ایرانی ها همکاری و همبستگی بلد نیستن، پس این یک چیز بسیار معضلی نباید باشه که آموختن اون برای ما غیر ممکن باشه. بالاخره باید یاد بگیریم، پس از یه جایی باید شروع بکنیم. ما موندیم در مرحله‌ای که از صحبت 33 سال از صحبت هرگز به عمل نرسیدیم. یه جا این وسط اشکال هست که ما این قدم رو از صحبت کردن به انجام برسونیم، اما یعنی واقعا به فعالیت برسونیم. پس ما این بازی رو بلد نیستیم. برای یاد گرفتن این بازی همبستگی چه راههایی میتونه وجود داشته باشه، چه کارهایی باید بکنیم؟ شاید یک هیئت مدیره باید به وجود بیاد که افرادی که میتونن این دست همبستگی رو یاد ما بدن یاد بدن و ما یاد بگیریم. این نباید که دیگه اینقدر بزرگ باشه که ما نتونیم یاد بگیریم. بالاخره ما میدونیم که ضعفمون اینه، باید یاد بگیریم. خیلی ممنون. همه هم میگن که باید این رو یاد بگیریم. اولا از اینجا شروع کنیم که قدم اولمون چی باید باشه. خیلی ممنون. دنیا ممنون از آقای دکتر همایون و از شما. منتظر جواب ایشون. فرمایش خانم رو شنیدم، سپاسگزارم. وقتی ارسطو به اسکندر درس میداد در زمان کودکی، اسکندر گفت رایی به من نشون بده که من مثلثات رو زود یاد بگیرم. ارسطو بهش گفت راه شاهی برای مثلثات وجود نداره، بعد کار کنی از راهش. از طرف دیگه آقای اینشتین یه جا گفته است که اگر به من یک ساعت یعنی 60 دقیقه وقت بدن که دنیا رو نجات بدم، من 55 دقیقه اون را صرف حل مشکل میکنم، صرف تعریف مشکل میکنم و 5 دقیقه اون را صرف مشکل.
مشکل ما سایکولوژی ایرانی و روانشناسی ایرانی است. تا یک فردی محبوب، قوی، نیرومند با ریسورس مهم وسط نیاد، ایرانی ها دورش جمع نمیشن. در طی تاریخ اینطور بوده، از این پس هم خواهد بود. بنابراین ایرانی ها خودشون به خودی خود به نتیجه نمیرسن. اگر دور هم جمع بشن، دست به دست هم نمیدن. اگر دست دادن، دستاشون رو پس میگیرن. هر جلسه تشکیل دادن، بعد از اون جلسه مابول اختلافشون از مابول اشتراکشون بیشتر خواهد شد. بنابراین راهش نیست و راه آسانی نیست. من جوابش رو با آسانی ندارم، فقط باید فکر کرد، باید اندیشید. اون راهی که به نظر من میرسه، راه رهبری قوی و نیرومندی که پا بذاره نشون، شاید بشه فریدون رستاخیز ایران. با سازمان قوی، با پول قوی، در حال حاضر در بیرون به طور خلاصه ارز کنم وجود نداره. آقای دکتر، ما خیلی خطوط همه روشنن و مدتی هم از پشت خطن. اگه اجازه بدین 4-5 تا رو میگیرم میام خدمتتون. ما البته رو سیاست خارجی بود بحثمون، ولی اومدیم دیگه کشیده شدیم به اینجا. بله، سیاست خارجی ما رو ناقص نتوانستیم بله. ادامه بدیم. بله، خواهش میکنم بفرمایید، رو خط هستین. تلویزیون اندیشه. بله بله، بفرمایید خانم. من میتونم الان روی خط با آقای دکتر گنجی و آقای اسد همایون صحبت؟ بله بله، بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بفرمایید. آقای گنجی جانم، من با آقای دکتر گنجی. بله بله، من خودم هستم، بفرمایید. بله، من شما میبینم که الان شما دارین با آقای اسد همایون صحبت میکنین و با من صحبت میکنین. نه، با شما دارم صحبت میکنم خانم، بفرمایید. میخواستم بگم که چه کسی بهتر از خود آقای دکتر اسد همایون و یا خود جناب عالی میتونین در این برهه به ملت ایران کمک بکنین؟ آیا اگر که شما آستین بالا بزنین و از مردم بخواهین که دور شما جمع بشن، نمی کنن؟ من میذارم آقای همایون سو جواب بدن. خیلی تشکر. نه، من در حال حاضر شرایط این کار را ندارم و اگرم دعوت بکنم نمیان، برای اینکه بدون ریسورس، بدون شرایط لازم دست به چنین کاری هم نخواهم زد. نخیر. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستین. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستین. درود بر شما. دانیال هستم، از کانادا زنگ میزنم. خواهش میکنم. و با آرزوی آزادی و شادی برای ایران و ایرانی ها همه جای دنیا، حتی در ایران، مخصوصا در ایران. همونطور که جناب دکتر اسد همایون اشاره کردن و در ارتباط با مسئله ایران، من فکر نمی کنم که در حال حاضر به واسطه شرایط موجود و وجود یه تعداد افرادی که با دیدگاه های خاص خودشون و با عذرخواهی از حضور هر دوتای شما دوستان، استادان عزیز، بگم که سیاست مداران یک چشم یا کنشگران، سخنگوها یا بلندگوهای خارجی که متاسفانه بیشتر در فکر خودمختاری خود هستن تا اینی که دست به دست هم بدن که یک اتحاد همه جانبه و همگیر رو ایجاد بکنن. همونطور که جناب اسد همایون اشاره کردن، من فکر میکنم که این راه حل باید از میونه، از داخل ایران و از بچه هایی که تا اندازه من در جریان هستم که مشغول هستن، داد بچه های اونایی که واقعا سپاهیان پاسدار ایران انسانی هستند، واقعا این بیداری رو حس بکنن و این تعهد و وظیفه رو نسبت به کشورشون، به نسبت به مردمشون و نسبت به دنیا. اصلا مسئله فقط، ببخشید، چون تمام خطوط روشنن، اجازه بدین برم به خطای دیگه. مطلبتون فرمودین، خیلی ممنون. الو، بفرمایید. الو، خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض کردم. مرحمتون زیاد. دارم که من فکر کنم راحت سه تا اصل. یکی این که دروغ نگیم. این مشکل دروغ گفتن که حتی به خودمونم دروغ میگیم، این بدترین چیز. دوم این که اون چیزی که برای خودمون میدونیم خوبه، برای دیگران هم
خوب بدونید و اون چیزی که بده برای خود بدونید. ولی اولین اصل ما این دروغه. این دروغ رو باید بدونیم که میخوایم چیکار بکنیم. خیلی ممنون کنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستین. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستین. درود بر شما آقای دکتر گنجی، آقای دکتر اسد همایون. خواهش میکنم برمایید. قدیم گفتن چیزی که کارگره زر و زوره. وقتی زر نباشه زوری هم در کار نیست. اما این پولدارا و ثروتمندای خارج از کشور ما دستشون تو دست ثروتمندا و بازاری های ایرانه و کمان که همون میدونیم بازار و سپاه قبضه کرده، ناچاریم یا ناچار میشن یه روزی ملت به همون دارایی‌های ثروتمندا و بازاری های ایران دست حمله بزنن، به هر جور این به نابودی بکشونن. به دلیل اینکه IBM بالای BMW یادتون رفته و بازار بودنش به ضرر ملت ایران تا نبودنش و تا و زمانی که دست ثروتمندان خارج از کشور که تو دست تمام ثروتمندان ایران که بازاریا باشن و پاسداران باشن تا اینا قطع نشه شدنی نیست. ما چجوری میتونیم الان با هر روز برنامه های تلویزیون های مواجه بشیم که بالای 500 هزار دلار میتونن بیان، باهوشان میتونن بیان، هنرمندان میتونن بیان، ورزشکاران میتونن بیان، یعنی دارن ثروت و مغز و قدرت ایرانی ها رو میکشن بیرون بعدش رو به جهنم تبدیل کنن. خیلی داره دیر میشه، متاسفم. خیلی ممنون خانم. خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستین. الو. بفرمایید خانم. سلام. سلام خانم. تلویزیون اندیشه. بله بله بفرمایید. آقا من میخواستم بعد از تشکر بسیار از این تیویه که فوق‌العاده از همه نظر موثره، بعد میخواستم از آقای دکتر که وزیر فرهنگ ما بودن و من یه فرهنگی هستم بگم که ما وقتی این انقلاب شد هیچ کدوممون حتی تصورش هم نمی کردیم. یعنی من سال 56 به هیچ وقت تصور نمی کردم که 57 مملکت ما به این روز بیفته، چون مملکت ما واقعا ثروتمنده. نفت، آهن، هر چی که شما فکر بکنید که میدونین داره به سرزمین ما. به این علته که دنیا به این ثروت ما چشم دوخته و چون شاهنشاه آریامه نگهبان ملت و ذخایر ما بود آن را به بدترین وضع گذاشتن کنار، به خصوص وقتی که گفت من به این چشم آبیا باز نمیدم، اونو گذاشتن کنار و این پدیده رو به وجود آوردن. خیلی تشکر کنم. به این خاطره که من میدونم که اونایی که بردن حالا به خاطر اینکه این رژیم برای اینکه بمونه همه کاری از خودش، همه هر کاری که بخوان کشورهای اروپایی و امریکایی و کشورهای دیگه چین و اینا همه کار برایشون انجام میدن. به این علت من فکر میکنم حالا این رژیم وجود خواهد داشت. مرسی خانم. خب جناب دکتر تمام خطوط باز روشنن، اگه میخواین مطلبی دارین بفرمایید. من فرمایشات خانم ها و آقایون رو شنیدم و روشون عرضی ندارم. نداریم. خب با اجازه تو من این دو ساعت خط بازم یکی دو دقیقه خواهش میکنم، وقت ما خیلی کوتاهه، اگه میتونید در یک دقیقه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر. خیلی تشکر. ببخشید آقای دکتر، من میخواستم از آقای اسد همایون بپرسم اینو. امروزی شاهزاده رضا پهلوی اومدن جلو پا گذاشتن
شورای را تشکیل بدن. آقای دکتر که می فرمایم من هیچ راهی را نمی بینم برای آزادی ایران، آیا شاهزاده رضا پهلوی تشخیص نمی دن هیچ راهی نیست پا گذاشتن در دلو یا ایشون یه راهی را می بینن؟ میخواستم اینو آقای دکتر از اون موضوع توضیح. آقای دکتر از شما دعوت کردن؟ نه خیر از ایشون دعوت نه نفرمودم از آقای اسد و ما آقای شاهزاده رضا پهلوی فرمودن دارم شورای و تشکیل میدم، حتما روزنه امیدی دیدم، راهی را دیدن که به مردم گفتن دارم شورای را تشکیل میدم. من میخوام ببینم آقای اسد و ما این که میگم من راهی را امروز نمیبینم، آیا شاهزاده رضا پهلوی تو تار اشتباه میشن یا این که آقای اسد همایون اون راهی را که شاهزاده رضا پهلوی میبینن نمیبینن؟ از ایشون میپرسم. آقای دکتر من رای را پیشنهاد نکردم. در مورد شاهزاده باید عرض کنم که شخصیتی است آزادی خواه، لیبرال و دموکرات، طرفدار آزادی است. ولی همینطور که قبلا عرض کردم، شاهزاده یا هر شخصیت دیگری که بخواهند فریدون رستاخیز ایران بشن باید یک سازمان بسیار جدی و قوی و نیرومند داشته باشن، مرکب از صد شاید مشاور مهم سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، انرژی. در مورد انرژی باید حد اکثر اکثریت مردم خارج را نظریاتشون را جلب بکنن و متحد کنن. باید در داخل ایران قدرتشون رو ترسیم بکنند. باید در مراکز قدرت خارجی امریکا و انگلیس و فرانسه قدرتشون رو ترسیم بکنند، در اونجا با اونها تماس داشته باشند. و برای این کار باید شاهزاده پول بسیار، یا شاهزاده یا هر کسی، پول بسیار زیاد داشته باشند. اگر اینها رو دارند من اطلاع ندارم، ولی میدونم ایشون یک سربازه، وطن پرسته، کوشش هم میکنه. این امکانات را داره یا نداره من خبر ندارم. یک دنیا تشکر جناب همایون. وقت ما تموم شد و تمام خطوط روشنن. متاسفانه هم میانم وقت نداریم دیگه. اگه وقت بود با کمان میل تلفن خط رو میذاشیم در اختیارتون. خب جناب همایون تشکر میکنم. خواهش میکنم لطف فرمودید. خیلی خدا نگهدارشون. محبت کردیم. محبتتون زیاد. هم میانون تا هفته آینده بدرود.